فقط خط خبرها. گزارش‌های تایید نشده از انفجار یک سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در ایران. وزیر ارتباطات بدون اشاره به انفجار گفته حال ماهواره خوب است. مقابله با تهدیدهای کشتیرانی آزاد، درخواست بریتانیا از جامعه جهانی برای حفاظت بیشتر از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز. نگرانی در تل‌آویو از شگفتی ساز شدن نشست گروه 7. نتانیاهو برای جلوگیری از احتمال ملاقات ترامپ با ظریف دست به تلفن شد. و فرش قرمز برای سینمای افغانستان و جهان، پایان جشنواره فیلم زنان هرات با حضور پررنگ سینمای ایران. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی و افراد مطلع در دولت آمریکا از انفجار یک سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در ایران خبر داده. تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از سوی یک شرکت آمریکایی یک ستون دود سیاه برآمده از محلی شبیه به سکوی پرتاب را نشان می‌دهد. وزیر ارتباطات ایران از سلامت ماهواره ناهید یک خبر داده و برخی منابع خبری گفتند که عدم اشاره آقای جهرومی به سرنوشت موشک عامل این ماهواره میتواند نوعی تایید ناکامی پرتاب تلقی شود. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، از همین شهر روی خط اسکایپ با ماست. آقای ندیمی، ما با کارشناسای دیگه که صحبت میکردیم، برخی اعلام در واقع بی‌اطلاعی یا شک میکردن در مورد که این تصویر ماهواره‌ای الزاما نشون دهنده ناموفق بودن اون در واقع پرتاب موشک باشه. نظر شما چیه؟ به نظر میرسه که تصاویر ماهواره جدید نشان دهنده یک اتفاق جدی روی سکوی پرتاب بوده. عکس‌های ماهواره‌ای که در هفته‌های اخیر منتشر شده نشون میداد که این سکوی پرتاب که به خاطر سیل‌های اخیر صدماتی دیده بود، مجدداً آماده پرتاب شده، رنگ‌آمیزی شده و فعالیت‌های در اطراف سکو مشابه فعالیت پیشین در زمان پرتاب اتفاق می‌افتاده. بعد این عکس منتشر شد که نشون دهنده یک صحنه‌ای است روی سکو پرتاب. دود ازش بلند میشه و به نظر میرسه که دقایقی یا ساعت‌های پیش از گرفتن تصویر یک انفجار روی سکو اتفاق افتاده و رده‌هایی که در اطراف سکو دیده میشه به نظر میرسه که به خاطر آب و مواد شیمیایی آتش نشانی هستش که برای خاموش کردن آتش استفاده میشه. شواهد نشون میده که یک انفجار روی سکو پرتاب چند ثانیه در بعد از پرتاب یا حتی قبل از پرتاب افتاده. و اصولا چقدر مرسوم هست اگر کشوری چنین آزمایشی بخواد بکنه و ناموفق باشه، اینکه اعلام بکنه به کشورهای دیگه یا به صورت رسانه‌ای ناموفق بودن اون پرتاب رو؟ ببینید، این موضوع برمیگرده به غیر شفاف بودن برنامه فضایی ایران. برنامه‌های فضایی که در ارتباط با برنامه‌های نظامی و تشکیلات نظامی هستند معمولاً از این نظر ناخودآگاه دچار مخفی کاری میشن و در مورد ایران هم همین موضوع صدق میکنه، به خاطر اینکه متصدی برنامه فضایی و پرتاب ماهواره ایران وزارت دفاع هستش، طبیعتاً اینو مخفی‌کاری انجام میگیره و جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه اینو موفقیت‌ها رو همیشه سعی می‌کنه به مسائل ایدئولوژیک و انقلابی بنابراین سعی میکنه که از شکست ها پرده پوشی بکنه. در مورد برنامه فضای ایران، ما در حدود 10 سال گذشته که شروع پرتاب های ماهواره بوده، حدود 13 پرتاب ماهواره انجام گرفته که از این 13 پرتاب میشه گفت که 9 پرتاب با شکست مواجه شده و در هیچ مورد رسانه های ایران و دولت ایران به طور رسمی اعلام شکست پرتابو نکرد. سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی با. دولت ترکیه گفته نفتکش ایرانی آدیان دریای یک راهی لبنان است، ولی وزیر دارایی لبنان اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که بیروت درخواستی درباره پهلو گرفتن این نفتکش دریافت نکرده. منابع رهگیری کشتی‌ها در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از تغییر مسیر نفتکش آدیان دریا منتشر کردند. این کشتی در دریای مدیترانه در نزدیکی جزیره قبرس در حال حرکت است.
وزیر خارجه بریتانیا از جامعه بین‌المللی خواسته که بیشتر برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز تلاش کند. دومینیک راب پیش از شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت که مقابله با تهدید کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز به وسیع‌ترین حمایت بین‌المللی نیاز دارد. ایران چندی پیش یک کشتی حامل محموله بریتانیایی را در تنگه هرمز متوقف کرد که گفته می شود به تلافی توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق بوده. کشتی ایرانی آزاد شده ولی کشتی حامل محموله برای بریتانیا هنوز در توقیف ایران است. کیوان حسینی همکارم که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. کیوان کمی بیشتر راجع به گفته های آقای دامینیک راب بگو. میدونیم که قرار هست مذاکراتی در بر همین موضوع او مطرح بکنه در هلسینکی. چه گفته و اونجا چی میخواد مطرح کنه؟ آقای راب اصرار داره که گروه بزرگتری از کشورهای دنیا بپیوندند به این ائتلاف و علتش هم این هستش که تنگه هرمز برای بازار انرژی دنیا اهمیت خارق‌العاده‌ای داره. اما امکان داره خیلی‌ها فکر کنن که شاید برای بریتانیا هم خرید نفت از منطقه خیلی اهمیت داره. اگر نگاهی بکنیم به آنچه که بریتانیا از منطقه میخره، تصویر روشنتری خواهیم داشت، به خاطر اینکه میفهمیم که اتفاقا بریتانیا بیش از خاورمیانه به منابع اروپایی وابسته است برای تامین انرژی خودش. به عنوان مثال نفتی که بریتانیا از نروژ میخره 20 برابر نفتی هستش که از عربستان میخره. برای همین، برای اینکه بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، باید اقتصاد خاورمیانه و اثری که روی اروپا داره رو بررسی کنیم و بفهمیم که چرا بریتانیا تا این حد اصرار داره که این ائتلاف شکل بگیره. موضوع از این قراره که کشورهای خاورمیانه در کشورهایی مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در سرمایه‌گذاری‌هاشون نقش بسیار مهمی دارند و اینها عمده پولشون از نفت میاد یا همون پترودلار. برای همین هم هستش که بریتانیا فکر میکنه شاید بتونه فرانسه و آلمان رو با خودشون همراه بکنه. از اون طرف هم آلمان و هم فرانسه اصرار دارند که طرح جدیدی رو روی میز بذارن. اونها میگن چون این ائتلافی نیاز هست، اما رهبر ائتلاف نباید آمریکا باشه. میدونیم که این ایده‌ای که بریتانیا الان بهش پیوسته همون ایده‌ای هستش که آمریکایی‌ها دنبالش بودند، اما هم فرانسوی‌ها و هم آلمانی‌ها اصرار دارند که رهبر آمریکا نباشه. و فقط این نکته رو اشاره بکنم که خانم مرکل گفت ما این ایده رو میاریم، ولی وزیر خارجه آلمان اصرار کرد که اگر که پذیرفته بشه ایده آلمانی ها در هلسینکی، اجراش با تاخیر خواهد بود. و اصلا راجع به اون جزئیات ایده آلمان یا فرانسه اطلاعی داریم و اینکه اونها یا ایده مشخصی دارند برای پیوستن به اونا که نمیخوان به این ائتلاف بپیوندن، عملا برای برقرار کردن رفت و آمد آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز، اطلاع جزئیاتی میدونیم؟ در واقع همین ائتلافه. یعنی چیزی که میدونیم اینه که اونها هم میگن که یک ائتلاف نظامی برای تامین امنیت رفت و آمد آزاد در خلیج فارس و تنگه هرمز که پاسخی است به تهدید بستن تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، و اگر این اتفاق بیفته بسیار به نفع فروشندگان نفت در خلیج فارس خواهد بود. کشورهای مثل عربستان، قطر، امارات، بحرین، کویت که بخش عمده ای از نفتشون از تنگه هرمز عبور میکنه و درآمد خیلی زیادی از نفتشون رو وابستند به این فروش، و از اون طرف کشورهایی که خریدار این نفت هستن هم خوشحال خواهند بود، مثل کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که اتفاقا از تشکیل چنین ائتلافی هم حمایت کردن هر دوتاشون. ممنونم ازت کیوان حسینی، همکارم جدا است. نشریه آمریکایی اکسیوس گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به محض مطلع شدن از دعوت رئیس جمهوری فرانسه از وزیر خارجه ایران برای سفر به بیاریتز در حاشیه نشست گروه 7 به تکاپوی شدیدی افتاده تا جلوی دیدار احتمالی محمد جواد ظریف با دونالد ترامپ را بگیرد. مقام‌های اسرائیلی این گزارش را تکذیب نکردند. ساعتی پیش از همکارم بهمن کلباسی در نیویورک درباره جزئیات این گزارش پرسیدم. تصویری میده از آقای نتانیاهو که در اون ساعتی که آقای ظریف آمده بوده به فرانسه، سعی کرده مکرر با تماس گرفتن با مقام‌های آمریکایی اونها رو راضی کنه که اجازه بدن که با آقای ترامپ تلفنی صحبت کنه. البته آقای ترامپ بین انواع اقسام دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بوده، ولی به هر حال در نهایت یه چنین تماس تلفنی صورت نمیگیره. ولی در واقع انگیزه این تلاش‌ها و تماس‌ها این بوده که آقای نتانیاهو مطمئن بشه یا سعی کنه تأثیر بذاره بر ذهنیت آقای ترامپ که اجازه پیدا نکنه که فضای ایجاد نشه که آقای ترامپ با آقای ظریف دیدار بکنه یا مقدمات دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران فراهم بشه در اجلاس
مجمع عمومی سازمان ملل که چند هفته دیگه اینجا برگزار میشه. به هر حال به نظر میاد که این نگرانی شدید وجود داشته که سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ دچار تزلزل بشه اگر چنین دیداری صورت بگیره، که خب به تبع با منافع آقای نتانیاهو یا اون چی که او معتقد منافع اسرائیل هست در تضاده، و به همین جهت خیلی تلاش میکرده که این تماس رو بگیره با آقای ترامپ و او رو راضی کنه که اجازه یک چنین دیداری به آقای ظریف نده و مقدمات دیداری بیشتر و در سطح بالاتر با رئیس جمهور ایران هم فراهم نشه. نگرانی ها ظاهرا در سطح در واقع دایره افراد نزدیک به آقای ترامپ مثل آقای پومپو و بولتون هم همزمان در همون زمان خیلی بالا بود، و فردای اون روز مثلا آقای بولتون صحبت کرد و گفت که قرار نیست که موضع ما در موضع آمریکا در مورد ایران تغییری بکنه. چقدر وقتی نزدیک میشیم به اون در واقع جلسه مجمع عمومی سازمان ملل که خیلی‌ها در مورد احتمال دیدار ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها در اون مجمع صحبت می‌کنن، چقدر این احتمال وجود داره؟ در آمریکا چه گفته میشه راجبش؟ خب می‌دونیم مسبوق به سابقه است در دو سال گذشته که آقای ترامپ الزاماً با تیمش در مورد خیلی مسائل، چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی، همراه نیست. ممکن است یه حرفی بزنه که بعد تیمش سعی کنه اون رو یه مقداری تغییر بده یا انعطاف بیشتری نشون بده، یا برعکس انعطافی که آقای ترامپ نشون داده رو کم بکنه. به هر حال در مجموعه این تعاملاتی که آقای ترامپ با در مورد مسئله ایران داشته خیلی بیشتر از تیمش معتقد بوده یا حرف زده در موردی که باید گفتگو بشه یا آمادم بدون هیچ پیش شرطی مذاکره بکنم. اینجا هم به نظر میاد همین فاصله یه دیدگاه وجود داره از سوی بین آقای بولتون و وزیر خارجش آقای پومپئو و خود آقای ترامپ. بلافاصله هم آقای پومپئو هم آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری با آقای نتانیاهو تماس تلفنی گرفته بودن وقتی آقای ترامپ، و این جالب است که به هر حال آقای ترامپ حاضر نمیشه با آقای نتانیاهو تلفنی حرف بزنه و گویی که خب خیلی شلوغ بوده در نشست هفت، به هر حال او وقت داشت که توییت بکنه در مورد انواع اقسام مسائل ولی وقت نداشت که با آقای نتانیاهو صحبت کنه. به همین جهت باید صبر کردید کدام یک از این دیدگاه ها غالب میشه، ولی تا به اینجا آقای پومپئو و آقای بولتون موفق تر بودن در اینکه حرفایی که گاه به گاه آقای ترامپ میزنه یا توافقی که ممکن آقای ترامپ ضمنی با آقای مکرون کرده باشه رئیس جمهور فرانسه رو در عمل راهش رو ببندن و مقدماتش رو فراهم نکنن که اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که یک دیدار هست و شاید یک توافق جدید به این راحتی حاصل نشه. ولی در خود آمریکا هم واکنشی که با این ماجرا بوده، مثلا سفیر سابق آمریکا در اسرائیل گفته بله من هم وقتی که در دولت بودم از این تلفن‌ها آقای نتانیاهو خیلی بهم میزد و عصبانی بود. پسر آقای نتانیاهو اومده و به این سفیر شدیداً حمله کرده، گفته که اینا همش دروغه و این چیک از این اتفاقایی که این گزارش زده صحت نداره. بهمن کرباسی بود همکارمون از نیویورک. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. با وجود انتشار گزارش‌های تایید نشده از انفجار یک سکوی پرتاب موشک هواپیمابر در ماهواره بر در ایران، وزیر ارتباطات بدون اشاره به انفجار گفته حال ماهواره خوب است. بریتانیا از جامعه جهانی خواست برای حفاظت بیشتر از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز اقدام کند. در ادامه برنامه، جشنواره فیلم زنان هرات دیروز در کابل پایان یافت. دولت امارات متحده عربی بمباران فرودگاه عدن را تایید کرده. این فرودگاه را دو روز پیش نیروهای دولتی یمن از دست جدایی طلبان جنوب درآورده بودند. شبه نظامیان جدایی طلب با حمایت امارات فرودگاه را دوباره پس گرفتند. آنها همچنین توانستند همه نیروهای دولتی را از عدن بیرون برانند. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که در عربستان به سر میبرد از پادشاه و ولیعهد سعودی خواسته اجازه ندهند امارات نیروهای دولتی را بمباران کنند. تازه ترین ها در گزارش مهرداد فرهمند. عدن بیش از یک روز در دست دولت عبدالربه منصور هادی دوام نیاورد. جدایی خواهان پیروزمندانه برگشتند. نه تنها پایتخت پیشین یمن جنوبی را کاملا در دست گرفتند، بلکه به سوی شمال و شرق پیش رفتند. استان ابین را هم گرفتند و پیش روی در استانهای لحج و شبوه را آغاز کردند. هدف
به دست گرفتن کامل خاکی است که تا کمتر از 30 سال پیش یمن جنوبی بود. همه هم زیر سایه هواپیماهای اماراتی که دیروز و امروز مواضع ارتش یمن و شبه نظامیان وابستهش را از عدن تا شهر زنجبار مرکز استان ابیان در شرق عدن بمباران کردند. پیچیدگی داستان این است که ارتش یمن با ارتش امارات هم پیمان است. عبدالربه منصور هادی که جمهوری یمن را از ریاض ریاست می کند دست به دامان عربستان شده. لا يمكن ان تكون حاجتنا لاشقائنا نیاز ما به برادرانمان در نبرد اعراب با ایران نباید بهانه‌ای برای تجزیه میهن ما و از دست رفتن یک وجب از خاک پاک ما شود. لم ترهبنا اسلحه وترسانه ایران وميليشياتها جنگ افسار و زرادخانه ایران و شبه نظامیان وابستهش هراسی در دل ما نیفکند، همان گونه که از هواپیماهای تجاوزکاری نیز که سرزمین ما را هدف میگیرند ترسی به دل راه نخواهیم داد. و فی هذه المحطه المهمه در این مرحله مهم به نمایندگی از همه فرزندان مبارز ملت یمن قدردانی خودم را از ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد امینش محمد بن سلمان ابراز می کنم که در پاسداری از یمن در برابر درازدستی ایران ایستادگی بیمانندی کردند و از ایشان خواستارم جلو این دخالت آشکار را هم بگیرند و نگذارند نیروهای مسلح ما بمباران شوند. و استخدام القصف الجوی ضد قواتنا المسلحه. اما طرف مقابل عربستان را به خود نزدیکتر می‌بیند. استجبنا لدعوه الاشقاء بالمملكه العربيه السعوديه ما دعوت برادران سعودی برای گفتگو را پذیرفتیم، اما متوجه شدیم که دولت یمن این دعوت را نپذیرفته و گروه‌های افراطی تروریست زیر چتر این دولت به ما حمله کردند. تأکید می‌کنیم که ما همچنان بخشی از ائتلاف ضد حوثی‌ها و تروریست‌هاییم، اما در این حال از میهنمان در برابر هر تهدیدی دفاع می‌کنیم. بخشی از نیروهای یمن هم که با حوثی‌ها می‌جنگیدند جبهه را ترک کردند تا به جدایی‌خواهان جنوب بپیوندند. مرتضی فرهمند، BBC. نخست وزیر بریتانیا میگوید تلاش‌های نمایندگان مخالف خروج بی‌توافق این کشور از اتحادیه اروپا صرفاً احتمال رسیدن او به یک توافق را کم می‌کنند. این در حالی است که بحث برگزیت و تصمیم دولت بریتانیا برای تعلیق یک ماهه پارلمان این کشور به دادگاه کشیده. دادگاهی در اسکاتلند با درخواست جلوگیری موقتی از این تعلیق مخالفت کرد، ولی قرار شده جلسه دادگاه برای شنیدن استدعاهای دو طرف سه‌شنبه برگزار شود. دادگاهی در انگلستان و ایرلند شمالی هم قرار است هفته آینده به درخواست‌های مشابه این رسیدگی کنند. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین اینجا در استودیو با ماست. بهرنگ، به نظر میرسه که آقای بوریس جانسون اولا از همین حالا داره خروج بی‌توافق رو میندازه به گردن مخالفانی که دارن او رو به دادگاه میکشن تصمیمش رو. دقیقاً. حالا این بحث آقای جانسون در مورد نماینده است. آقای جانسون برای اولین بار من فکر میکنم که با این صراحت جلوی دوربین میاد میگه که تا وقتی که اتحادیه اروپا فکر میکنه که نماینده های مجلس بریتانیا ممکنه جلوی برگزیت و مخصوصا برگزیت بی توافق رو بگیرن، به خواسته های دولت او در مورد تغییر این توافق نامه‌ای که از پاییز پارسال روی میز بوده آماده امضا بوده، این خواسته ها پاسخ نمیدن و معتقد تنها وقتی اتحادیه اروپا شروع میکنه به دادن امتیاز به بریتانیا که خیالش راحت باشه که مجلس بریتانیا نمیتونه جلوی خروج بی توافق این کشور از اتحادیه اروپا رو بگیره. به نظر میاد داره تلویحاً تقصیر برگزیت بی توافق و در واقع نتایج منفی احتمالی چنین اتفاقی رو از الان میندازه به گردن نماینده هایی که کلن با برگزیت مخالفن و نماینده هایی که با برگزیت بی توافق مخالفن و دارن تلاش میکنن که مثلا با تصویب یک قانونی آقای جانسون رو موظف کنن که اگر به توافقی نرسید از اتحادیه اروپا بخواد که مورد برگزیت به تعویق بیفته دوباره برای بار سوم
و دوباره بخوام بیشتر مذاکره کنم. همزمان تلاش هایی هم از طرف مخالفان آقای جانسون در جریان، همونطور که در خود خبر هم گفتیم بحث دادگاه و دادگاه کشی هست و ممکنه که اونا بحث تعلیق پارلمان رو بتونن، اون ممکنه به کجا برسه؟ نمیشه الان با قطعیت گفت. حکمی که قاضی دیوان عالی مدنی اسکاتلند امروز صادر کرد حکم نبود، ازش به نوعی قراری خواسته بودن که قبل از اینکه به حکم نهایی برسه از همین الان جلوی تعلیق موقت پارلمانو بگیره. قاضی گفت نه، انقدر قضیه فوری نیست، ولی سه شنبه بیاین حرفاتونو بزنین. کسایی که میگن که این کاری که دولت کرده که تصمیم گرفته پارلمانو برای بیشتر از یک ماه تعلیق کنه، این کار غیر قانونی و سوء استفاده از اختیارات و قدرته، ولی دولت معتقده که کاری که کرده قانونیه. نکته جالب اینجاست که جدا از این، بخاطر اینکه تو بریتانیا یه سیستم قضایی توی انگلستان و ولز داریم، یه دونه تو ایرلند شمالی، یه دونه تو اسکاتلند، اون دو جای دیگه هم دو تا پرونده در جریانه که تو پرونده‌ای که در انگلستان در جریانه و ممکنه به دیوان عالی بریتانیا بکشه، جان میجر نخست وزیر پیشین هم ازش حمایت کرده و اینها دارن تلاش میکنن که جلوی تعلیق پارلمان رو بگیرن. ببین، مهمترین نتیجه تعلیق پارلمان اینه که نماینده های مجلس وقت کافی برای قانونگذاری، برای جلوگیری از برگزیت بی توافق ندارن. این اون چیزیه که آقای جانسون گفته میخواد که جلوش رو بگیره و به همین خاطر تصمیم گرفته که پارلمان رو تعلیق کنه. ممنونم ازت بهرنگ تاجی، همکارم اینجا در استودیو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مرکز فرماندهی جنگ فضایی رو افتتاح کرده. آقای ترامپ گفته مرکز فرماندهی فضایی باعث میشه تا برتری آمریکا در فضا هرگز مورد تهدید قرار نگیرد. این مرکز در حالی راه اندازی شده که پیشرفت‌های چین و روسیه در این زمینه باعث نگرانی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا شده. این مرکز بر دفاع از منافع آمریکا در فضا، از جمله صدها ماهواره‌ای که برای برقراری ارتباط و نظارت استفاده می‌شود، متمرکز است. پلیس هنگ کنگ به معترضان هشدار داده هر کسی در تظاهرات ضد دولتی روز شنبه شرکت کند ممکن است به 5 سال زندان محکوم شود. تظاهرات طرفداران دموکراسی از 3 ماه پیش در هنگ کنگ در جریان است. روز جمعه تعداد زیادی از معترضان بازداشت شدند و این مسئله خشم عمومی را برانگیخته. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بازداشت فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ ابراز نگرانی کرده و از مسئولان این منطقه خواسته به آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز احترام بگذارند. جزئیات بیشتر در گزارش فرین آسمی. جاشوا وانگ از فعالان سرشناس طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ. او از مؤسسای حزب دموسیستو به معنی مقاومت مردمی است. او و همحزبیش اگنس چو امروز دستگیر و بعد از ساعتی با وثیقه آزاد شدند. اتهام آنها سازماندهی غیرقانونی تجمعی در خارج از مقر پلیس است که بیش از 10 روز پیش برگزار شده بود. تعداد زیادی از معترضان در آستانه تظاهرات بزرگ فردا در این منطقه دستگیر شدند. معترضان 3 ماه است در هنگ کنگ تظاهرات می کنند. تظاهرات آنها که به دلیل بارش باران با چتر همراه است به جنبش چتر معروف شده است. تظاهرات در واکنش به لایحه استرداد متهمان از هنگ کنگ به چین آغاز شد. بعد از شدت گرفتن اعتراض‌ها، دولت محلی هنگ کنگ این لایحه را پس گرفت و چین آن را به حالت تعلیق درآورد. ولی معترضان خواهان کناره‌گیری رئیس اجرایی این منطقه خودمختار هستند. حالا یک خواسته دیگر هم به درخواستهایشان اضافه شده: تحقیق درباره خشونت پلیس در برخورد با معترضان و عفو متهمان. از زمان شروع اعتراض‌ها حدود 900 نفر بازداشت شدند. در بعضی تجمع‌ها پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده. این بار هشدار جدی است. پلیس با برگزاری تجمع روز شنبه مخالفت کرده و به معترضان هشدار داده به تظاهرات نروند. برگزار کنندگان اما میگویند تسلیم نخواهند شد. فرین آسمی، BBC. پنجمین دوره جشنواره جهانی فیلم زنان هرات با معرفی فیلم‌های برتر پایان یافت. در این جشنواره 4 روزه 200 فیلم از 33 کشور مختلف جهان شرکت داشتند. داوری جشنواره را داورانی از افغانستان، ایران، هندوستان و اسپانیا به عهده داشتند. روی این رهنوش گذاشت بودند. آواز عقرب‌ها. جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با موضوع زنان با اعلام برندگان در چند بخش دیروز پایان یافت. داوران 47 فیلم را از 33 کشور برای این جشنواره انتخاب کرده بودند.
از جمله فیلم های از افغانستان. من خوشحالم که شانس ملاقات سینماگران محلی اینجا رو پیدا کردم که بسیار شجاع هستند. فیلمسازی برای زنان در هیچ جای جهان ساده نیست و زنان اینجا باید امتیاز بیشتری داشته باشند. فیلم ها در کاتگوری های داستانی کوتاه و بلند و مستند انتخاب شدند. در این جشنواره 12 جایزه اصلی با اضافه 4 جایزه از دید داوران در نظر گرفته شد. زهرو کان سے سنے ایسے تندیس های 5 بخش از جمله بهترین بازیگران مرد و زن با فیلم هندی آواز عقرب ها ساخته انوپ سینگ با نقش آفرینی عرفان خان و گلشفته فراهانی تعلق گرفت. گذشته از تاثیرات روانی به نظر اعتقاد به کارهای سینمایی در افغانستان بیشتر شده. فیلم های کوتاه و بلند افغانستان باید به بخش های مختلف جهان سفر کنند. مردم جهان باید این فیلم ها رو ببینند چون ارزش دیدن رو دارند. داوران میگویند تلاش شده تمامی معیارهای جشنواره های جهانی در اینجا رعایت شود. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات زیر سایه تهدیدهای امنیتی در کابل برگزار شد و همین دلیل تعداد محدود سینماگران فارسی فیلم‌هایشان را بر رقابت گذاشته بودند اینجا حضور یافتند. با این همه موجودیت ده‌ها فیلم از کشورهای مختلف برای رقابت در این جشنواره خود برای سینماگران افغانستان یک روزنه امید است. تلاش های سینماگران افغان در سالهای اخیر کم پیشینه بوده. از برگزاری فستیوال ها تا نمایش فیلم در تالارهای پایتخت و ولایات و حتی پرده های سینمای جهان. به هدف به گردش درآوردن چرخه سینمای داخلی. صنعتی که از سالها به این سو شکوهش را در افغانستان از دست داده. و تمام مراحل ساخت این تندیس با روین رهنوش، بی بی سی، کابل. به پایان این بخش خبری رسیدیم تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها باشیم.